ارتباط رژیم اسلامی با طالبان یکی از دلایل شکار سلیمانی بوده است. شبکه خبری CNN گزارش کرده که جمهوری اسلامی ایران برای حمله به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین المللی در افغانستان به ستیزه‌جویان طالبان پاداش داده است. بنابر گزارش CNN، این یکی از دلایل شکار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس بوده است. CNN میگوید با استناد بر اسناد و مدارکی این ادعا را مطرح میکند. این اسناد نشان میدهد که حکومتی بیگانه برای حمله ستیزه‌جویان طالبان به پایگاه بگرام در تاریخ 11 دسامبر 2019 میلادی به شبکه حقانی پول پرداخت کرده است. در جریان این حمله دو غیر نظامی کشته و بیش از 70 نفر از جمله 4 نیروی آمریکایی زخمی شدند. نام این حکومت بیگانه در اسناد محرمانه مخفی مانده است، اما دو منبع آگاه و نزدیک به سرویس‌های اطلاعاتی به CNN گفته‌اند که حکومت بیگانه مورد نظر جمهوری اسلامی ایران است. حدود یک ماه پس از حمله طالبان در بگرام بود که کاروان خودروی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، در نزدیکی فرودگاه بغداد مورد حمله پهپادی آمریکا قرار گرفت و سلیمانی در جریان این عملیات کشته شد. مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا به شبکه خبری CNN گفته‌اند که ارتباط ایران با طالبان یکی از مسائلی بود که در تصمیم دولت آمریکا برای حذف قاسم سلیمانی نقش داشت. سرگرد رابرت لودویک به شبکه خبری CNN گفت دولت آمریکا چه به طور علنی و چه خصوصی بارها از ایران خواسته است اقدامات زیانبار و بی‌ثبات کننده در خاورمیانه و جهان را متوقف کند، در شرایطی که آمریکا می‌کوشد به 19 سال جنگ در افغانستان پایان دهد، ایران از طریق اقدامات مخرب خود تلاش می‌کند به روند صلح ضربه زده و بی‌ثباتی و درگیری را ادامه دهد. بزرگترین سقوط در تاریخ بازار بورس ایران. بورس تهران در روزهای گذشته با ریزش‌های پی در پی روبرو شده و غالب نمادها منفی شده اند. روز یکشنبه 26 مرداد 1399 بزرگترین سقوط در تاریخ بورس ایران رقم خورد و با بیش از 89693 واحد ریزش به 1,800,000 واحد رسید. ریزش ارزش سهام در بازار بورس برای مردم عادی که با تبلیغات گسترده حکومتی به این بازار کشیده شده اند میتواند خانه خراب کن باشد. تعداد افرادی که با تصور اینکه بورس سود دارد به بازار سرمایه وارد میشوند این روزها به 50 میلیون نفر رسیده. این آمار را بهنام بهزادفر، مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس اعلام کرده است. دولت در حالی مردم را به بازار بورس کشانده که زیرساخت‌های مناسبی برای فعالیت در این بازار وجود ندارد. در هفته‌های گذشته بارها وبسایت شرکت‌های کارگزاری بورس که داد و ستدهای کاربران بورسی از طریق آنها انجام می‌شود با مشکل روبرو شد. با این همه حسن روحانی وضعیت بازار بورس را خوب توصیف می‌کند. دولت نظام اسلامی توانست سهام بسیاری از شرکت‌های ورشکسته و زیانده را طی ماه‌های گذشته در بورس عرضه کرده و با فروش آنها درآمد خوبی کسب کند. بسیاری معتقدند موجی از اعتراضات از سوی میلیون‌ها خانواده‌ای که به بازار بورس وارد شده اند و سرمایه خود را در پی التهابات بازار از دست داده اند شکل خواهد گرفت. مصطفی الکاظمی در شرف سفر به واشنگتن: ما در عراق پست چی نیستیم. در حالی که مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق برای نخستین ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده می شود، حمله های گروه های شبه نظامی به منافع آمریکا در عراق تشدید شده است. الکاظمی روز پنج شنبه با دستور کار خروج 5,000 نیروی آمریکایی از عراق با ترامپ دیدار می کند. الکاظمی در گفتگو با آسوشیتد پرس با اشاره به این که کشورش همچنان به کمک ایالات متحده نیاز دارد، در پاسخ به این پرسش که آیا در سفر به واشنگتن حامل پیامی از جانب تهران است، گفت ما در عراق نقش پستچی را ایفا نمی کنیم.
کاظمی اخیراً به تهران سفر کرد و با مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای ملاقات کرد. الکاظمی در مقایسه با نوری المالکی همتای سابق خود روابط بسیار نزدیکتری با واشنگتن دارد. او در مقابل تندروی های گروه های شبه نظامی در داخل عراق رویکرد قاطعانه ای اتخاذ کرده است. مکانیزم معاشه را فعال کنید تا در دام چین و روسیه نیفتید. وال استریت جورنال در مطلبی با عنوان شورای ناامنی سازمان ملل متحد به عدم تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران پرداخت. این روزنامه نوشته که سازمان ملل متحد به چین و روسیه اجازه داد سلاح‌هایشان را به کشور حامی تروریسم بفروشند، اما این نبرد هنوز تمام نشده است. کلی کرافت نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل به این موضوع اشاره کرد که رأی شورای امنیت قفل دسترسی ایران به هواپیما، بالگرد و کشتی جنگی، تانک، سامانه‌های موشکی، دیگر سلاح‌های پیشرفته را باز می‌کند. وال استریت جورنال ضمن اشاره به این نقل قول تأکید کرده که قربانیان گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران در لبنان، عراق، سوریه و یمن بیش از همه آسیب دیده اند و اسرائیل و کشورهای عربی خلیج حامی تمدید تحریم ها هستند. در ادامه این مطلب با اشاره به اینکه زمان برای اجرای نقشه دوم آمریکا فرا رسیده افسوده است، یک موفقیت نادر آمریکا در مذاکرات غیر متعادل هسته‌ای 2015 این امکان را فراهم آورده که محدودیت‌های قبل از توافق به طور سریع و یک جانبه برگردد. این امکان می‌تواند تحریم تسلیحاتی را تجدید کند و تحریم‌هایی را برای برنامه موشکی ایران اعمال کند که در غیر این صورت در سال 2023 برداشته می‌شود. این اقدامات می‌تواند مکمل تحریم‌های اقتصادی باشد که مؤثر عمل کرده است. در ادامه مطلب شورای سردبیری وال استریت جورنال آمده است، هرچند که آمریکا برجام را که توافق سیاسی هسته‌ای محدودی است ترک کرده، واشنگتن هنوز به مقررات الزام‌آور قطعنامه شورای امنیت که برجام را اجرایی کرده پایبند است. مذاکره کنندگان آقای اوباما این قطعنامه را جدا از برجام نوشته‌اند تا قابل بازگشت باشد. دولت ترامپ تنها باید شورای امنیت را به عدم التزام آشکار ایران متوجه سازد تا تحریم‌ها را برگرداند. دیگر کشورها می‌توانند قطعنامه‌ای علیه آن ارائه دهند، اما آمریکا می‌تواند وتو کند. این روزنامه با اشاره به موضع جو بایدن، رقیب انتخاباتی ترامپ، که می‌گوید قبل از مذاکره درباره یک توافق جدید دوباره به این توافق می‌پیوندد افسوده است: چرا اهرام جدید را از بین میبرید؟ برگشت به توافق 2015 در ماه ژانویه میتواند به معنای پذیرش پایان تحریم تسلیحاتی باشد. پکن و مسکو میخواهند بر اساس منافع خودشان نظم بین الملل را بازسازی کنند و رهبران آمریکایی نباید به آنها کمک کنند.